اول ای ویدیو تا خیلی سعی کنین بازگاب میزنیم. اینا اگر لوط برادرزاده ابراهیم در کنار خودش نامش یک جای زندگی میکردن مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، انوز هم میگن که پیغمبر آل خدا توبه، امی تو میخوای امت یک پیغمبر باشی که در جان دوی همون نفرهای قریه تان پیغمبر صاحب بیا دیگه که ما کار داریم، نه امی مگه که غرض نگیرین نمون دخترک هایم، نه ما با دخترهای کار نداریم که خودت کار داریم، یعنی ای خواهی نده قرآنه دیگه. ما شما سر نجیب فیصل چرا قدر دعوا داریم؟ وی یه تنکو وی یه تنکو، او خواهد اقل کس را نمیمانه که بزرگ سرش تجاوز شد، خوش خودش آمد میگه اوکی، خوشش نامد میگه در گور برو، ای خواهید بیچاره زور نداشت. آقای شفیع در ویدیو میگه که نجیب فیضی قوی تر است و مقامش بالاتر است از حضرت لوط کرده. اول خود توبه خدایا نمیفهم که من در اینجا خوش شوم یا ناراحت شوم. و دومیش میگه که خود نفرای قوم لوط میمد سر حضرت لوط تجاوز میکرد و حضرت لوط میگفت که نه سر ما تجاوز نکنین، برو سر دخترم تجاوز کنین. باز خداوند تعالی مثلا میگه که به حضرت لوط گفت برو سر کوه استاچو و سیل، خداوند سیل آورد و قوم حضرت لوط از بین برد. خب سوال اول من اینجا است، اگر قوم حضرت لوط از بین رفته پس چرا همیشه زیر ویدیوهای همجنسگرایان نوشته میکنن که قوم لوط؟ و دو میشه من فکر نمیکنم خداوند تعالی او قوم از بین برد چون به خاطر که اونا همجنسگرا بودن، او قوم خداوند از بین برد چون تجاوز میکردن. کاش خداوند او قوم از بین نمیبرد که این بود سر مردا تجاوز میکرد که مردم میفهمید یعنی تجاوز یعنی چی. این مردایی که مثلا عرو سر بچه های ریزه است در دختر همه تجاوز میکنن، باز که پیش هم میشنی چه کار خیر حال یک داخل کردیم یک بیرون شد یک تجاوز بود خیر است یا کلانشا و یادش میره، نه زندگی زور برباد کردن، زندگی زور خراب کردن. یک سوال آخر، اگر بعضی از قوم لوط زنده ماندن و همجنس کار از دو قوم هستن پس چرا خداوند تعالی قوم لوط دوباره از بین نبرد؟ خداوند یک دقیقه طول نمی کشید میتونست از بین ببره، چرا کار نکرد؟